به سرویس خبری ساعت 8 از غزنویان خوش آمدید. امروز یک شنبه 11 عقرب 1399 خورشیدی که برابر است با اول نوامبر 2020 میلادی. در نخست مهمترین رویدادهای روز، بی‌باوری چهره های سیاسی و شهروندان کشور نسبت به گفتگوهای تحت نام صلح در قطر. کشته شدن فرمانده قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی نادلی هلمند. تأکید گروه سفیران زن برای پایان جنگ در افغانستان. و کشته شدن 69 طالب در جریان یک هفته اخیر در بدخشان. حال هم مشروع خبرها، شمار زیادی از چهره های سیاسی با انتقاد از طولانی شدن مذاکرات مستقیم دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر میگویند که بیشتر از 40 روز است که این معما جریان دارد، اما نتیجه در پی نداشته است. جزئیات بیشتر از صمیم فیضی. شمار از چهره های مطرح سیاسی، فعالین مدنی و شهروندان کشور که امروز طی نشست در کابل گرده هم آمده بودند، با انتقاد از طولانی شدن مذاکرات میان هیئت های حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر میگویند که مردم افغانستان بیشتر از این تحمل جنگ و قربانی را ندارند و این دو طرف باید هرچی زودتر برای تأمین صلح و کاهش خشونت در کشور توافق نمایند. دوارو معنی من ولسونه غکو چی دی واقعی صلح به خاطر معنی دی خدای لحاظ و کی نور لشخصی گتو تیر سی ملت نور دیر زیاد تنگ سوی دا او نور دی او سیلن نلری چی روزانا دی منگا من دی بوری خویندیم کندی او بچی مو یتیمان وی. زبیح الله مجددی، یکی از چهره های جهادی و سیاسی کشور، میگوید که بیشتر از 40 روز است که این مذاکرات در قطر جریان دارد، اما متاسفانه تا کنون روی مسائل تکنیکی و طرز العمل بحث دارند و به نتیجه نرسیدند. 40 روز، بیشتر از 40 روز گذشت، شما تنها سر مسائل تکنیکی طرز العمل مجلس ها به نتیجه نرسیدند و هر روز مردم کشته میشن. گذشته از این، احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، بر این باور است که روند کنونی تحت نام صلح یک توافق سیاسی با طالبان است، نه یک صلح دائمی و پایدار. به گفته او، اگر تلاش ها برای تأمین صلح دائمی و پایدار است، باید نظر و خواست های مردم افغانستان نیز نادیده گرفته نشود. ما تا هنوز سرای مردم در ارتباط به صلح نشدیدیم. تا هنوز همین پروسه صلح کروانه است، تا حالم متعلق به مردم افغانستان نیست و اگر هست کس بدانه که واقعا توافقنامه که با طالبان صورت گرفت از طرف ایالات متحده آمریکا، اما مواد از توافقنامه چی است؟ این در حالی است که مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان با گروه طالبان در قطر به تاریخ 22 سنبله به گونه رسمی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و این گفتگوها به دلیل اختلافها در ترتیب اصول مذاکرات تا کنون پیشرفتی نداشته است. وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان، عبدالرحمن فرمانده قطعه سرخ گروه طالبان برای ولسوالی نادلی ولایت هلمند کشته شده است. جزئیات بیشتر از پرویز ساحل میشنویم. در خبرنامه که از سوی وزارت دفاع به نشر رسید آمده است که این حمله هوایی روز گذشته پس از آن رواندازی شده که این فرمانده طالبان و تعدادی از جنگجویانشان در حال طرح پلانهای تروریستی بودند. به نقل از این خبرنامه، در این حمله 7 جنگجوی دیگر این گروه نیز زخمی شده است. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع ملی روز گذشته نیز از کشته شدن ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان برای ولایت هلمند خبر داده بود. این وزارت گفته بود که این مسئول نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 8 نفر از همراهانش در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه کشته شده بود.
ولایت هلمند در جنوب کشور از ولایت های ناامن است که جنگجویان گروه طالبان در بخش های از این ولایت حضور و فعالیت گسترده دارند. گروه سفیران زن با نشر اعلامیه مشارکت کامل و معنادار زنان را در مذاکرات برای دستیابی به صلح پایدار ضروری خوانده است. در این اعلامیه گفته شده است که زنان دیدگاه های منحصر به فرد و مهم را در همه بخش های روند صلح از مذاکرات تا تطبیق آن ارائه می کنند. در همین حال شمار از زنان کشور تاکید برای پایان جنگ و حفظ دستاورده های زنان در گفتگوهای بین الافغانی دارند. فائق ابراهیم زاده جزئیات می دهد. به نتیجه ماندن گفتگوهای بین الافغانی سفیران زنان افغان را وادار به حمایت از روند صلح کرده است. گروه سفیران زنان افغان از طرفهای درگیر خواسته است که از فرصت کنونی و تاریخی برای صلح استفاده کنند. سفیران زنان افغان گفتند که جنگ دوامدار زنان و کودکان را همچنان متاثر می کند و در 9 ماه گذشته از هر 10 مورد تلفات غیر نظامیان 4 مورد آن زن و کودک بوده است. سهمی زنان بسیار کم است، برای زنان قدر حق داده نشده و اگر داده شده او زنایی باید معرفی می شد که اونا از بطن جامعه می بودن و کسایی می بودن که در ولایتشان یا در مثلا در منطقیشان همیشه جنگ است، آتش است و اونا هر روز درگیر جنگ هستن، هر روز قربانی می دن، اولادایشان شهید می شه، بسیار خانه و کاشانیشان از بین می ره. اونا خوبتر می تونستن که در میز مذاکره با طالبان بشینن. در اعلامیه سفیران زنان افغان از طرفهای درگیر خواسته شده است که خشونت‌ها به شمول خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت را به صورت فوری کاهش دهند و همچنان در این اعلامیه از هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که به باور سفیران زنان افغان به عنوان مدافعان حقوق زن یاد شده است حمایت صورت گرفته است. ثناءالله روحانی سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان میگوید که در پی اجرای عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات بدخشان 69 طالب کشته شده و 30 طالب دیگر زخمی شدند. طبق گفته های او عملیات نظامی در منطقه دوابه یفتربالا از مربوطات ناحیه 8 شهر فیض‌آباد و ولسوالی ارغنچخوا اجرا شده است. روحانی گفت که نیروهای امنیتی 12 روستا در این مناطق را از وجود گروه طالبان پاکسازی کردند. شناسایی 76 مریض جدید کووید 19 در یک شبانه روز گذشته در کشور. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 307 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج آزمایش 76 موردان مثبت تشخیص شده است. نورالله رضایی جزئیات می‌دهد. تعداد موارد مثبت کرونا در ولایت‌های کابل، قندهار، ننگرهار، بامیان، قندوز، بادغیس، نمروز، پروان، غزنی، میدان واردک، لغمان، کنر و نورستان به ثبت رسیده است. به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 41501 نفر افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 5 فرد مبتلا به کرونا بهبود یافتند و شمار بهبود یافتگان این ویروس در کشور به 34326 نفر رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته هیچ مریض کووید 19 جان نداده است. شمار فوت های ناشی از مریضی کووید 19 در کشور به 1536 نفر رسیده است. بعد از میان برنامه با کوتاه‌ترین خبرها باشید.